But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. کاملا هریس 56 ساله که قبل از استر و مقام معاونت رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با عنوان سناتور منتخب ایالت کالیفرنیا ایفای وظیفه میکرد، اولین زن غیر سفید پوست است که سابقه کار با عنوان لوی سرانوال ایالت کالیفرنیا را دارد. Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. برخی از زنان افغان مقیم ایالات متحده آمریکا معتقدند که توانمندسازی زنان به معنی توانمندسازی جامعه است. این گروه از زنان از دستر کاملا هریس به مقام معاونت رئیس جمهوری کشور استقبال کرده و آن را با اهمیت می‌خوانند. It's a first, and so any first is always an exciting opportunity. همیشه اولین فرصت‌ها برای همه جالب است و اگر اول یا دوم باشد فرقی نمی‌کند. من بسیار خوشحالم به خاطر که انتخاب او نشان می‌دهد که ما با ارزش‌های برابری و فرصت‌های مساوی در جامعه آمریکا ارج می‌گذاریم. فکر می‌کنم او دروازه‌ها را بر روی جهان بیرونی باز می‌کند و در داخل نیز برای دختران و زنان فرصت‌هایی را که می‌خواهند فراهم می‌سازد. در شمال ایالت ویرجینیا یکی از اعضای بنیاد زنان افغان آمریکایی میگوید انتخاب کاملا هریس زنان را بیشتر قدرتمند می‌سازد. انتخاب خانم کاملا هریس به حیث معاون رئیس جمهور در آمریکا معلوم دار امیدواری تازه برای زنان و دختران نه تنها در آمریکا بلکه در سرتاسر جهان میته، به خاطر که نشان میته که وقتی که انسان یک شخص زحمت بکشه، درس بخونه و تلاش بکنه، زن بودن ممانعت نمیشه از اینکه پله‌های موفقیت در زندگی او بتونه بالا بره و به یک مقام بهتر و بهتر برسه که از اون طریق به جامعه خود خدمت بکنه. از اون نگاه انتخاب خانم کاملا هریس نه تنها در آمریکا بلکه در سرتاسر جهان برای دختران و زنان امیدواری تازه میبخشه. در اعتراضات علیه بی‌عدالتی های نژادی پس از جان باختن جورج فلوید در توقیف پلیس آمریکایی، کاملا هریس خواستار تامین عدالت اجتماعی و اصلاحات در پلیس این کشور شد. غزاله آدینا باشنده ایالت کالیفرنیا پیروزی خانم هریس را موفقیت زنان سیاه‌پوست در آمریکا می‌داند. من از زمان مکتب لیسه کاملا هریس را دنبال می کنم و یادم است که به عنوان سارانوال در شهر سان فرانسیسکو کار می کرد و برخی از تصامیم او بر ما و مردم سیاه پوست تأثیر گذار بود. من با آنکه کم منتقد او هستم، اما درک می کنم که حضور او در صحنه سیاسی بسیار مهم است و زنان زیاد از او استقبال می کنند و بیشتر مردم او را می خواهند. والدین خانم هریس از مهاجرین هند و جامائیکا هستند. فریبا نوا میگوید انتخاب هریس با حس تحول در حضور زنان مهاجر در صحنه سیاسی آمریکا خواهد شد. کاملا هریس که انتخاب شده بسیار خوشحال شدم، به خاطر که یک خانم از جزء اقلیت آمریکا و مخصوصا از ایالت ما کالیفرنیا جایی که ما اونجا بزرگ شدیم، کارهای خوبم کرده، کارهای بسیار فعالیتهایی داشته که با دموکرات ها مشکلات های هم خلق شده. تو من دیدگاه چی ندارم تو که یا خوب است یا خراب، منتها رویم رفته فکر میکنم که یک خانمی که دهی موقعیت یک خانمی که دهی موقعیت خود رسانده قابل تحسین است و تأثیر گذار است بالای سر دخترای افغان که خود میبینن میتونن که خود دهی افغانای آمریکایی که در آمریکا تولد شدن مخصوصا میتونن اون رو باعث یک الگو ببینن. کاملا هریس به عنوان اولین معاون زن رئیس جمهوری ایالات متحده تاریخ این کشور را رقم میزند. با در نظر داشت اصالت نژادی خانم هریس، او یک الگوی برای سایر زنان مهاجر در ایالات متحده به شمول زنان افغان در این کشور است و انتخاب او را یک فرصت برای رسیدن به دختران خود به چنین مقامهای بلند می دانند. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.